در تقویم مقاومت ایران نام امروز با نام مهدی رضایی گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی پیوند خورده، چرا که امروز روز شهادت اون مجاهد سرفرازه. برای شناختن مهدی رضایی سراغ کتاب‌ها و کتابخونه‌ها نرید. تو کتاب‌های منتشر شده در حاکمیت آخوندها اسمی از گل سرخ انقلاب نیست. اگه بخواید مهدی رضایی رو بشناسید، برید سراغ جوان‌های دهه 50. برید ازشون بخواید تا براتون بگن که دلشون چطور از تنین صدای مهدی رضایی لرزیده. ازشون بخواید تا براتون از صلابتش بگن، از ایمانش به راهی که برگزیده بود، از مقاومت و ایستادگیش در شکنجهگاه‌های سواک و از دفاع جانانش در بیدادگاه‌های شاه. برید و از نسل 57 بپرسید که مهدی رضایی که بوده و چه کار کرد. مجاهد شهید مهدی رضایی، صحبت از همون جوان آرمانگرایی که 20 سال بیشتر نداشت، اما به اعتبار انتخابش اونقدر بزرگ شده بود که شکنجه‌گرهای کهنه‌کار سواک در برابر اراده سترگ اون چیزی جز اظهار عجز و ناتوانی نداشتن. بذارید صلابت ایمانش رو در لابلای جملات خودش جستجو کنید. من در اینجا به اتهام عشق به خلق و پیکار در راه خلق محاکمه می شدم. بگذار رگ و پوست ما در راه خلق فدا گردد، تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست شکست و پیروزی هست، ولی سرانجام پیروزی متعلق به خلق است. این را من نمی گویم، این را تاریخ می گوید. خروش دلاورانه مجاهد قهرمان مهدی رضایی بود که پس از ماه‌ها شکنجه در 16 شهریور 51 توسط دشمنان سواک به جوخه تیرواران سپرده شد. مجاهد قهرمان مهدی رضایی در سال 1331 در تهران متولد شد و از طریق برادران بزرگترش مجاهدان کبیر احمد و رضا رضایی با مسائل اجتماعی و انقلابی آشنا شد و به دلیل داشتن شور و انگیزه های انقلابی از 16 سالگی به صفوف مجاهدین پیوست. در اردیبهشت سال 51 پس از 4 سال مبارزه به دنبال یک درگیری نابرابر با مزدوران سواک به چنگان ها افتاد و مستقیما روانه شکنجهگاه شد. پشکیمان سواک مهدی رضایی رو زیر وحشیانه ترین شکنجه ها بردن، اما مهدی شکنجه های طاقت فرسا رو تحمل کرد و هرگز کلمه‌ای به خواست شکنجهگران نگفت و تسلیم نشد. مقاومت، آگاهی و استواری مهدی رضایی اون رو به الگویی از قهرمانان وفاداری به راه خدا و خلق تبدیل کرد. مهدی رضایی در بیدادگاه نمایشی که شاه در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی راه انداخته بود علیه دیکتاتوری سلطنتی خروشید و اون بیدادگاه رو به صحنه‌ای برای محاکمه رژیم شاه تبدیل کرد. مجاهد شهید مهدی رضایی در دفاعیه پرشورش گفت: من در اینجا به اتهام عشق به خلق و پیکار در راه خلق محاکمه می شوم. هدف ما فراهم آوردن چنان شرایطی است که همه انسان‌ها تحت آن شرایط به آخرین حد کمال و انسانیت برسند. رژیم شاه که از دفاعیات قهرمانانه مهدی رضایی به خشم اومده بود، باز هم اون رو به زیر شکنجه های وحشیانه کشوند و سرانجام در سحرگاه 16 شهریور اون رو در حالی که 20 بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود به جوخه های تیروار سپرد. به این ترتیب مهدی که مردم اون رو گل سرخ انقلاب نامیدن، مشعلی فراراه جوانهایی شد که علیه ظلم و بیدادگری رژیم دیکتاتوری شاه برخواستند و بعدها هم در صحنه‌های نبرد آزادی در برابر آخوندهای متجه ایستادند و سرخم نکردند.
در سالروز شهادت اون مجاهد بزرگ در برابر تمام ارزش‌هایی که خلق کرد سر تعظیم فرود می‌آوریم و یادش رو گرامی. در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوخ مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. روی تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغلوم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. یا نه، یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد. من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که گنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بینه با بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاک ساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی، و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان، سرنوشت تو را بوتی رقم زد که دیگران می پرستیدن، بوتی که دیگرانش می پرست.